در بخش پیشین این سلسله مباحث جواب آزمایش های یکی از اعضای پیج که تن به سایکل های برخی از مربیان داده بود و به هوای اینکه پی به جا آورده یا در طول دوره هاش سی جی هاش ام جی فن به دستور همون مربی مصرف کرده از گزند طبعات منفی استروید ها در امان هست رو با هم بررسی کردیم و دیدیم که چه فجایعی بر بدنش رقم خورده که البته این فجایع در یک بخش نگنجید و ادامه فجایعی که در جواب آزمایش خونه ایشون مشهود هست رو در این قسمت از این سلسله مباحث که بخش پایانی این سلسله مباحث هم هست پی بگیرید میرسیم به هورمون ال اچ ایشون همون هورمونی که از قسمت پیشین هیپوفیز ترشح و به بیزه دستور میدی که آقا تستوسترون تولید بکن عرض کردم به الان دیگه جوری شده که هاش تی جی و هاش ام جی و کلومیفن که در قالب پی برای شاگرد مشمش تجویز میشه دیگه شده عملا یه چیزی تو مایه های نوشابه بغل ساندویچ یعنی هر کی یه سایکلی مینویسه اینا رو هم مشمش بغلش میده قاعدتا نباید مشکلی از نظر تولید تستوسترون در بدن هیچ یک از بدن سازا و ورزشکارا باشه ولی عملا به آزمایشاشون که میرسیم هاش یک در حالی که از مینیمم هم پایین و این مینیموم برای سن 80 سالگی قابل قبول شاید باشه برای ایشون اصلا قابل قبول نیست وقتی میگم مصرف افراد این HCG و HMG و کلومیفن و مصرف نابجا و مصرف ناسحیه اینا خودش مزید بر علت میشه هیپوفیزتون رکار کار میندازه محور مغز به بیزه رو کلن متلاشی میکنه نمونهش همین جوابش همین حالا میرسیم به مشکل بعدی پرولاکتین ایشون که اصف بار بالا از حلوش برابر حدی نرماله این پرولاکتین هرمون شیرساز در زنان هستش که در مردان هم تقریبا همین اثرات رو داره یعنی بر بافت سینه اثر میکنه و سبب تولید و ترشح شیر میشه شاید باورتون نشه من به وفور دیدم بدنسازانی که به دلیل مصرف پاره از داروها که ظاهرا از دیدشون داروهای سیفی هم بودن با بالا رفتن پرلاکتین مواجه شده و شیر از سینهشون ترشح میشد اینم یکی از عوارض داروهایی که مصرف میکنید در قالب پی سی تی خدمتون ارائه میدن و اینم خدمتون عرض بکنم که بالا رفتن این هورمون زنونه در بدن فقط به تولید شیر ختم نمیشه بلکه سبب بروز مشکلات ای در روابط زناشویی هم میشه که مشخصا و خیلی بیپرده عرض بکنم شما به ناتوانی جنسی مبتلا میشید هم ناتوانی جنسی هم بیمیلی جنسی هم مشکل در ارکشن هم مشکل در باروری و همین که ممکنه دچار انحرافات اخلاقی هم حتی بشید که به وفور هم شدند و دیدیم در عین ناباوری میبینید که تستسترون ایشون بالاست یعنی این جای تعجب هم شاید براتون باشه که آقا چرا باید تستسترون ایشون بالا باشه اولا داروهای آنروژینی و آنابولیکی که مصرف میکنه خیلیشون از تستسترون مشتق شدن و ورودشون به بدن عملا به معنی ورود تستسترونه و شاید اینا خود, خود تستسترون هم مصرف بکنن این تستسترونی که میبینید در خونیشون بالاست این تستسترون ممکنه تولید خود بدن نباشه به صورت وارد بدن شده باشه شما که تا ابد نمیتونید که دوره رو ادامه بدید یه جایی باید قطع بکنید و وقتی قطع بکنید فاجعه اونجا تازه شروع میشه شما تستسترونی تولید نمیکنید در ثانی با این حجم عظیمی از هاش سی جی و هاش جی و کلومیفن که وارد بدن میکنید خب طبیعیه که اینها به جای دستوراتی که از مغز به بیزه ارسال میشه عمل بکنن و بیزه ها رو در طول دوره پرکار بکنن که البته وقتی دوره هاتون تموم شد بیزه ها اکار خواهند افتاد ولی در حال حاضر که ممکنه بیزه ها پر کار باشن و ترس تستسترون هم تولید بکنن با این کارتون عملا محور مغز به بیزه رو از کار میندازید و وقتی که این عوامل خارجی که در قالب هاش سی و هاش وارد بدن کرده و بدن رو تحریک به ترشوه تستسترون میکنید حذف شد دیگه مغز دستوری به بیزه نمیده که تستسترون تولید بکنه و این سرآغاز فاجعه ای خواهد شد که یا yeah, yeah. پیش از ماه در سن 27 سالگی و 30 سالگی رو خدمت شما تقدیم خواهد کرد در این صفحه از آزمایش ایشون هم متوجه شدید که دی اچ ایشون بالاست که اینم هم همون جزء فعالیت های تستوسترون در بدنه که توضیح دادم چرا بالاست استرادیول ایشون در حد نرمال ظاهرن که باز ممکنه در اثر مصرف همون اف مصرف افراطی لتروفم ها بوده باشه که ایشون در حد سخاوتمندانه اینا رو مصرف کرده بودن ولی مورد نگران کننده در ادامه است ببینید DHT ایشون علا رغم این که از فقر FSH و LH رنج میبرن حلوش دونیم برابر ماکسیموم DHT تیه نرمال در بدن یک انسان معمولیه این بدین معنی است که حالا سوای این بحث که تستسترونی که در بدنشون هست ممکنه منشه خارجی داشته باشه یا به صورت سنتتیک یعنی به صورت آمپول قرص وارد بدن شده یا به صورت اجباری که از طریق هاش سی جی و هاش ایم جی بر بدن تحمیل میشه تولید شده باشه ولی خود این DHT وقتی بالا میره تبعات ثانویه خیلی بدی هم رقم میخوره درست متابولیت فعالتر تستسترون هست و بسیار از اثرات آنروژن و آنابولیک که تستسترون رو مدیون همین DHT هستیم ولی دقت داشته باشید وقتی این از حد نرمال بالاتر بره شما به شدت در معرض بیماری های همچون تاسی سر ریزش موی سر خشونت صدا جوشهای های پوستی و از همه مهمتر بزرگی پروستات و خطر سرطان پروستات قرار میگیرید سرطان پروستات سرطانی که معمولا درد نداره و وقتی که متاستاز داد به باقی ارگان ها شما متوجهش میشید و یکی از عمده دلایل مرگ و میره جنس نر همین سرطان پروستات بوده که الان تو این آزمایش مشخصا میبینید که ایشون به شدت در معرض خطر بزرگی و حتی سرطان پروستات قرار دارن و این رو هم به شدت مدیون سایکل هایی هستن که به نظر هم میرسید که استادانه برشون تنظیم شده اینها تنها بخشی از تباعتی بودن که در اثر تند در دادن به این سایکل ها در جواب های آزمایش ایشون به چشم میخورد که البته از موارد کم اهمیت تر گذاشتیم و این موضوع هم من خدمتتون خاطر نشان بشم که خیلی از فجایی که در بدنتون رخ میده با آزمایش های خون قابل ردگیری نیست و نیاز به بررسی های پیچیده تر و تخصصی تر داره من صادق سلامیم مطالب و نوشته های ما رو میتونید در داخل سایتمون پی بگیرید و ویدوهایی که به قصد آموزش براتون میسازیم رو هم توی کانال هایی که توی اینترنت داریم راه های ارتباطی با من هم توی سایتم درد شده